ببینید وی پی ان هایی که داخل ایران ملت دارن استفاده میکنن هم خیلی ناامنه و هم خیلی آنستیبله. یه آدمایی مثل من که سواد نرم افزاری دارن و خارج از ایران هستن، ستاپ کردن یه وی پی ان کار خیلی ساده، یعنی کافیه شما برید یه وی پی اس سرور بگیرید و خوبیش اینه که شما میتونید به تعداد خیلی زیاد وی پی ان های مختلف روش چیز کنید، در واقع اینستال کنید و این برای هر کسی پروفایل مختلف درست کنید، یعنی هر سروری میتونه یه تعداد زیادی آدم رو ساپورت کنه. و خوبی دیگه‌اش اینه که شما میتونید به افراد حلقه درجه اول خود، دوستان و فامیل آشنا هستن، میتونید در واقع این چیز وی پی ان ها رو بدید، اونا با خیال راحت استفاده کنن و اونا هم خودشون دوستان خودشون دارن که یعنی یه حلقه‌ای از آدمای معتمد هستن که میتونه از این وی پی ان استفاده کنن. من برای خودم یه باجت $100 در نظر گرفتم، تا حالا یه سرور گرفتم و هزینه هم نداره، یعنی یه سرور باجت رو بگو بودجه اگه میشه، اگه میشه. آره فارس بخیر، ما خیلی از ایران دارن گوش میکنن، ممکن نفهمه. آره شما یه بودجه $100 برای خودم کنار گذاشتم، تا حالا یه دونه سرور گرفتم که $5، یعنی چیزی نیست. مطمئنم اگه ریکوست بیشتر بشه بازم میخرم. و میگم رو هر سرور شما میتونید تعداد زیادی انواع اقسام وی پی ان ها مثل وایر گارد، مثل اوپن وی پی ان، مثل ال تو تی پی. کسایی که سواد نرم افزار دارن حرفای منو میفهمن. اینا رو میتونید ستاپ کنید و اینو پخش کنید به دوستانتون که با یه حداقل اطمینانی بتونن راحت در واقع دیتا رو فیلمی چیزی اگر دارن بفرستن. یکیش این. و من ببخشید خیلی کلامت میام دیگه عزیز، شما میتونید یه به حساب چی میگن همین مطالب بالا یه جورایی بنویسی و یه فیلمی که اگه بکنی ازش برام بفرستی. ما احتیاج داریم که بیاین هم نحوه گرفتن اینکه سرور رو چجوری از کجا میتونن تهیه بکنن و اینکه چجوری میتونن این پیلا رو ایجاد بکنن. 100%. البته میگم این صحبتی که من میکنم بیشتر ولی میگم صحبتی که من میکنم بیشتر معطوف به کسایی که نیمچه سواد نرم افزاری دارن، چون ولی من یه داکیومنت آماده میکنم و براتونم میفرستم. یه لحظه دیگه ما احتیاج داریم خب به یه کسایی که بیان. اولا هر کسی که هر اطلاعاتی داره لطفاً با یه بار دیگه من میگم با بابک تماس بگیرین خب، که به شما دسترسی بده به این گوگل داکی که من الان از روش خوندم و روی یوتیوب نشون دادم، خب که بیاین نکاتتون رو اضافه بکنین به این گوگل داک. مخصوصا قسمت اینترنتش ما خیلی پیشنهادهای خیلی ساده و قابل فهم و تو دی پوینت، یعنی مستقیم بره سر اصل مطلب، رو احتیاج داریم که به این داکیومنت اضافه بشه، چون ما می‌خوایم این داک اینو پی دی اف بکنیم همه جا بفرستیم که از به عنوان یک رفرنس ازش همه جا تو ایران استفاده بشه که بهترین پیشنهاد رو داشته باشیم. شما اگه کسی اطلاعاتی داره که بهترین روش دسترسی به اینترنت به روش ناشناس چی هست، اگه میشه دو بار دیگه میگم به بابک تماس بگیرید و دسترسی به این فایل رو بگیرید، به این فایل رو پیدا بکنید که و این نکات رو اونجا اضافه بکنید. خب ممنون میشم. بسیار خوب ادامه بدید. حالا من گفتم که این مسئله داکیومنتش که حتما می نویسم و بابک هم در واقع اینا رو می فرستم برش، ولی در واقع چون یه کوچولو فنیه برای آدم های در واقع آشنا، یعنی شما فقط بگید که اینو یادآوری کنید که شاید خیلی ها ندونن که آقا این سوادشون به درد میخوره. چون من یکی از دوستانم دیروز به من گفت که میتونی برام وی پی ان، اصلا تو مخیلم هم نبود، یا یادم افتاد که ای بابا من وی پی ان ستاپ کردم برام سسوتر. و این نکته بود که دوست داشتم بگم و حتما هم داکیومنتش درست میکنم براتون میفرستم. نکته دومی که میخوام بگم اینه که کسایی که دارن میرن تو تظاهرات فقط کافی نیست که در واقع اپهای رو گوشیشون رو پاک کنن، چون قبلش باید حتما لاگ اوت کنن، چون اگر گوشیشون رو بگیرن اون آدما میتونن راحت اپهای مختلف رو دوباره نصب کنن، ولی و چون روی لوکال استوریج گوشیشون یا حافظه داخلی گوشیشون این اطلاعات از قبل ذخیره شده است، فقط کافی اپ ها رو نصب کنن و تمام اطلاعات سوشال مدیاشون لاگیناشون هست و خیلی راحت میتونن برن در واقع ببینن که چه جوریه. پس قبل از اینکه اپ ها رو از گوشیتون پاک کنید حتما لاگ اوت کنید، این خیلی مهمه. و نکته سومی که میخواستم بگم اینه که اگه میخواید یه درجه در واقع امنیت ارسال اطلاعاتتون بره بالاتر، میتونید از سرویس های در واقع پیر تو پیر یا حالا دیسنترالایزد، نه فارسیش چجوری بگم، غیر تمرکزی، آره غیر متمرکز، استفاده کنید. مثل یه سرویس هست مثل ورم هول، یکی از نمونه که اینم من باز اضافه میکنم. این راحت استفاده ازش، ورم هول خیلی راحته. آره یه وبسایتیه که رو گوشیم خیلی خوب، یعنی کامپتیبل با گوشی‌ها
یعنی رو بروزر گوشیتون واکنید خیلی ترتمیز میتونید آپلود کنید و هر فایلی که آپلود میکنم تا 15 گیگا میتونه 24 ساعت براتون نگه داره و وقتی که فیلمو آپلود میکنه هر چیزی که دارید آپلود میکنه یه لینک به علاوه یک کیو آر کد بهتون میده که شما اینو میتونید فقط لینکشو پخش کنید به آدمای دیگه و اونا نمیدونن شما کیین، فقط لینکو برمی‌دارن و شروع میکنن گرفتن اون کانتنت یا اون محتوایی که آپلود. یعنی اگر میترسید با در واقع تلگرام خودتون یا واتساپ خودتون مستقیما به یک نفر چیزی رو بفرستین، میتونه سر فرصت اینو آپلود کنید اونجا، لینکو بدید و اصلا گوشیتون رو بزنه خورد کنید، چون اون دیگه آپلود شده اونجا و دیگه وظیفه اون نفری که میخواد اون دیتا رو بگیره تو خارج از ایران. این سه تا نکته بود که تو ذهنم بود و اینا رو حالا بلافاصله الان شروع میکنم نوشتم و براتون میفرستم.